نام خدا. شاگرده عزیز و گرامی سلام. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ جور و سعدمند باشین. شاگرده عزیز به مضمون ریاضی بسیار زیاد خوش آمدین. خب شاگرده عزیز و گرامی، ما و شما مضمون ریاضی صنف هفتم با همدیگه میخوانیم، درست است؟ فصل چندم میخوانیم امروز؟ فصل هفتم بخیر شروع میکنیم. و چی است عنوان فصل هفتم ما و شما؟ احصائیه یا آمار، درست است؟ احصائیه یا آمار برش گفته میشه. و احصائیه و آمار ما اول تعریف میکنیم که چی است، درست است؟ براتون تعریف میکنیم که احصائیه میگن، همین احصائیه که میگن چی است. صحیح است؟ یک علم است، علم احصائیه یا علم آمار. خب علم احصائیه علم آمار چی است؟ میگیم که علم جمع آوری و بررسی اطلاعات عددی. دقت کنید، پس ما با هر اطلاعات عددی که سرکار داشته باشیم با او چی مربوط به چی میشه؟ به احصائیه میشه یا آمار میشه، درست است؟ پس علم جمع آوری و بررسی اطلاعات عددی رو برش میگیم علم احصائیه یا علم آمار برش گفته میشه، که یک علم بسیار کلان است که ما و شما فقط در حد معرفی او را میخوانیم، درست است؟ و بخیر انشالله که پوانتون رفتن و او را کامل شما چی میکنید؟ باید او را یاد بگیرید، درست است؟ در صنفهای بعدم میخوانیم، در پوانتون هم بخیر میخوانیم. اما عنوان درس امروز ما و شما، دو هدف ما و شما باید امروز دنبال کنیم. اول چی رو میخوانیم؟ روش های جمع‌آوری اطلاعات رو میخوانیم. ما و شما هم اطلاعات عددی که داریم این رو باید ما و شما این رو اول جمع‌آوری کنیم و بعد دور تجزیه تحلیل کنیم، درست است؟ پس این رو ما و شما چه رقم میتونیم اطلاعات عددی رو دریافت کنیم؟ همین اطلاعات ما و شما رو دریافت میکنیم. چند روش دارد که روش های متفاوتی است که ما و شما چند تاش بیشتر نمیخوانیم. و در آخر چی میخوانیم؟ در آخر جامعه و نمونه رو میخوانیم، که جامعه و نمونه، البته جامعه و نمونه آماری دیگه، درست است؟ که یا همون چی در علم احصائیه. و این رو میخوانیم و اول تعریف میکنیم و بعد چند مثال کار میکنیم، درست است شاگرد عزیز؟ پس میریم سر تخته و درس امروز شروع میکنیم. شاگرد عزیز و گرامی با ما همراه باشید. خب شاگرد عزیز و گرامی، درس امروز ما و شما چی است؟ گفتیم فصل هفتم شروع میکنیم، احصائیه یا آمار. پس نوشته میکنیم سر تخته، شاگرد عزیز و گرامی دقت کنید، احصائیه یا گفتیم چی است؟ به همون چی میگیم؟ آمار هم برش گفته بشه. خب احصائیه یا آمار گفتیم چی است؟ علم جمع آوری و بررسی اطلاعات عددی. پس نوشته میکنم علم جمع آوری و اطلاعات عددی را چی میگیم؟ علم آمار میگوییم. علم آمار یا احصائیه میگوییم، فرق نمیکنه. خب شاگرد عزیز دقت کنید، در علم احصائیه آمار ما و شما اولین چیزی که داریم چی است؟ گفتیم اطلاعات ما و شما باید چی؟ جمع‌آوری کنیم و بعد رو بررسی کنیم. حالا روش جمع‌آوری اطلاعات چی است؟ چند روش ما داریم. پس روش‌های چی؟ جمع‌آوری اطلاعات. ما و شما همون اطلاعاتی که جمع‌آوری می‌کنیم، یک نکته برات بگم، در کتاب ما و شما نیست ولی خیر در فکرت باشه شاگرد عزیز. اما اطلاعات عددی که ما و شما جمع‌آوری می‌کنیم، امور دیتا براش گفته میشه. صحیح؟ دیتا یا دریش اگر رو دری بگیم میشیم داده. داده یا دیتا انگلیسی چی میشه؟ دیتا. صحیح؟ پس دیتا چی است؟ امور اطلاعات عددی که ما و شما جمع‌آوری می‌کنیم و بررسی می‌کنیم، با او چی میگیم؟ دیتا یا داده. بعضی کتاب‌ها داده نوشته می‌کنه، کتاب انگلیسی را که بخونین دیتا نوشته شده. صحیح؟ پس دیتا چی میشه؟ اطلاعات عددی را به چی میگیم؟ دیتا میگوییم. خب اما روش جمع‌آوری اطلاعات، پس روش‌های جمع‌آوری اطلاعات، پس من نوشتم خونده اینجا، روش‌های جمع‌آوری اطلاعات خود ما یا همون چی؟ دیتاها. صحیح؟
روش‌های جمع‌آوری اطلاعات چند روش داریم. به عنوان مثال دقت کن شاگرد عزیز، ما می‌خوایم چی کنیم؟ ما می‌خوایم طول قد همسنفی‌های شما را چی اندازه فرض می‌گم ما در یک سنف هستیم، می‌خوایم طول قد شاگردای سنف بفهمیم و نوشته کنیم و برای تیم بسکتبال به عنوان مثال ما می‌تونیم چی یک تیم جور کنیم یا تیم والیبال یا فرق نمی‌کنه بر کدام تیم می‌خوایم جور کنیم. پس ما طول قد نیاز داریم، درست است؟ پس ما قد شاگردا رو باید چیکار کنیم شاگرد عزیز؟ باید اندازه‌گیری کنیم. اگر پرسان کنیم به عنوان مثال فلان شاگرد قد چقدر، خب دقیق شاید نفهمه، شاید هم یادش رفته باشه، صحیح است؟ شاید او چی تقریبی به ما و شما میگه و ما چی میکنیم؟ او رو باید چیکار کنیم؟ اندازه‌گیری کنیم، خود ما و شما متر بگیریم و او رو اندازه‌گیری کنیم. پس چی میشه شاگرد عزیز؟ پس یکی از روش‌های جمع‌آوری اطلاعات چی است؟ اندازه‌گیری است. خب دیگه چی هست شاگرد عزیز؟ دیگه پرسش هست، پرسان میکنیم. با عنوان مثال ما میخوایم چی کنیم؟ معاش شاگردای مکتب دریافت کنیم که چقدر معاش داره، معاش خانوادهشون دیگه نه، معاش فامیلشون دریافت بپرسیم که ازشون پرسان کنیم بفهمیم چقدر هست. میگیم خب فلان شاگرد تو معاش خانواده چقدر است؟ به ما شما میگه. البته دقت کنید، بهتر است که این چی باشد؟ این پرسش ما شما شفاهی نباشد، چون ممکن است شاگردا معاششون کم باشد، خانواده فامیلشون و اون نخواهند بگن، صحیح است؟ پس بهتر است ما پرسش چی کنیم؟ کتبی ازشون پرسش کنیم، دقیق تا پارچه برش نوشته میکنه و بگیم خب بدون نام نوشته کن بگو معاش چقدر میشه، درست است؟ پس شاگرد عزیز، پس یک تا از روش‌های جمع‌آوری اطلاعات دیگه چی است؟ پرسش است. پرسش پس میتونه هم شفاهی باشد هم کتبی باشد. خب دیگه چی است؟ دیگه آزمایش رو گفتیم، درست گفت آزمایش کردن گفتیم، دیگه پرسش شفاهی یا کتبی رو گفتیم و یک روش دیگه هم داریم. روش چی است؟ روش مشاهده. به عنوان مثال ما می‌خوایم ببینیم که دم سرک ما و شما شب حیوانات که از سرک تر میشه چه رفتاری دارن، صحیح است؟ در کتاب شما این مثال اومده، صحیح است؟ پس در سرک تر میشه شب ساعت 8 شب بعد، به عنوان مثال حیوانات که از سرک ما و شما تر میشه چه رفتاری دارن. خب اینو ما پرسان کنیم، آزمایش کنیم چه رقم میشه. اینو فقط باید مشاهده کنیم، باید از 8 شب بریم نگاه کنیم، سعی کنیم و ببینیم حیوانات چه رفتاری میتونن داشته باشن، درست است؟ پس روش های جمع آوری اطلاعات ما و شما چی میشه؟ یک پرسش، درست است؟ پرسش یا پرسش نامه که به دو صورت است، یا شفاهی است یا کتبی است. پس روش های ما نوشته میکنیم، روش های جمع آوری اطلاعات ما و شما اول چی است؟ پرسش. پرسش که دو حالت داره خودش، یا شفاهی میشه یعنی از خودشان پرسان کنیم یا کتبی میشه که نوشته کنیم، بگیم شما نوشته کنیم جواب را، صحیح؟ خب دوم چی است؟ دوم مشاهده است. باید بریم یک سری اطلاعات چی کنیم؟ مشاهده کنیم و ثبت کنیم. دیگه چی است؟ سوم آزمایش است. ما میتونیم چی کنیم شاگرد عزیز؟ آزمایش کنیم و اطلاعات دریافت کنیم. یک تا روش دیگه هم داریم، روش چی؟ روش چهارم میگیم چی میکنیم؟ ما اطلاعات یا میگیم از دیتاهای از قبل ذخیره شده استفاده میکنیم. به عنوان مثال ما میخوایم چیکار کنیم شاگرد عزیز؟ میخوایم در یک مکتب شما درس میخوانید، ما میخوایم که ببینیم چند مکتب ما و شما چند تا صنف دارد، چند تا شاگرد دارد، شاگردای صنف هفتم چند تاست، شاگرد صنف هشتم چند تاست. اگر ما بریم کل اداره خود ما و شما شمار کنیم خب خیلی زمان میبره، درست است؟ با اون خاطر میریم چی میکنیم؟ میریم در اداره مکتب، درست است؟ در اداره مکتب میریم میگیم خب امیر شاگردای شما چند تاست، این اطلاعات از قبل ذخیره شده، ما از او استفاده میکنیم، درست است؟ چند تا شاگرد چی است؟ در صنف هفتم است، میتونیم او رو نوشته شده از او میتونیم استفاده کنیم. پس اطلاعات از پیش تهیه شده از یا از پیش ذخیره شده، صحیح است؟ پس روش چهارم اطلاعات، میگیم از اطلاعات از پیش تهیه شده. خب پس شاگرد عزیز و گرامی دقت کنید، روش های جمع آوری اطلاعات ما و شما چند تاش؟ چهار تا شد دیگه نه؟ این چهار رو باید داد داشته باشین. یک پرسش، یا پرسش ما و شما یا شفاهی است یا کتبی. دو مشاهده، باید بریم ما و شما مشاهده کنیم، نگاه کنیم، ببینیم و اطلاعات ثبت کنیم، درست است؟ سه آزمایش. به عنوان مثال ما میخوایم در رابطه با آزمایش ما بگیم، میخوایم چی کنیم شاگرد عزیز؟ میخوایم وزن، یا البته بگیم که جرم باید بگیم، صحیح است؟ جرم یا کتله باید بگیم بهتر است. حالا میگه در عامیانه وزن گفته میشه، حالا ما هم وزن میگیم، البته غلط است. شما ان شاء الله در فیزیک باز میخوانید که میبینید کتله درست است یا جرم برش گفته میشه، درست است؟ حالا ما کلی مردم وزن میگه، ما هم وزن میگیم. وزن نوزادانی که تازه متولد میشه رو میخوایم دریافت کنیم. خب از کدام روش میشه؟
ما بریم پرسش کنیم، از نوزاد پرسش کنیم تو چه وزنت است، میگیم نه خیر پرسش نمیشه. صحیح مشاهده کنیم، نه خیر مشاهده نمیشه. روش چی است؟ روش آزمایش است یا اطلاعات از پیش تهیه شده. ممکنه در اون شفاخانه صحیح چی باشد، او رو چی کرده باشد، او رو اندازه گرفته خودشان وزن کرده آزمایش میکنه و او رو نوشته میکنه، یا ما خود ما با شما آزمایش کنیم یا اطلاعات از پیش تهیه شده از اونها پرسان کنیم. درست است؟ پس هر موضوعی که ما شما داشته باشیم با نظر به موضوعات ما شما از یک از روش ها یا از چند تا از روش ها میتونیم استفاده کنیم و اطلاعات خود جمع‌آوری کنیم. درست است شاگرد عزیز؟ پس فهمیدیم شاگرد عزیز، احصائیه یا آمار، علم جمع‌آوری و جمع‌آوری اطلاعات و اطلاعات جمع‌آوری و بررسی اطلاعات. دیدمان من یک بررسیش نمیشه نکردم، علم جمع‌آوری و بررسی اطلاعات عددی. صحیح؟ جمع‌آوری و بررسی اطلاعات عددی را علم آمار میگیم. جمع‌آوری و بررسی اطلاعات عددی را علم آمار میگوییم. و گفتیم روش‌های جمع‌آوری اطلاعات ما و شما چهار تا است، چهار باید یاد داشته باشیم. صحیح؟ پرسش، شفاهی یا کتبی است، مشاهده، آزمایش و اطلاعات از پیش تهیه شده. درست است؟ خب شاگرد عزیز، پس این چی شد؟ عنوان اول درس ما و شما. خب شاگرد عزیز، پس عنوان اول ما و شما خواندیم چی است؟ روش‌های جمع‌آوری اطلاعات. گفتیم چهار روش است که ما و شما باید دوباره بفهمیم و برای هر کدام میتونیم مثال بزنیم و هر موضوعی که با ما و شما بتا ما باید بفهمیم از کدام روش استفاده کنیم. ان شاءالله که کارخانه گیر کار کردید سوالات باز میفهمید. با ما و شما با عنوان مثال میتم میگه بر روش آزمایش شما یک تا مثال خودت بگو، یا میگه که یک تا اطلاعات می‌خوایم دریافت کنیم، میگه یعنی در رابطه با این موضوع کدام روش بهتر است، شما باید انتخاب کنید از کدام روش اطلاعات جمع‌آوری کنیم. درست است؟ پس عنوان اول درس ما و شما. اما عنوان دوم درس ما و شما جامعه و نمونه است. جامعه و نمونه را باید تعریف کنیم. پس شاگرد عزیز بریم سر تخته و جامعه و نمونه را تعریف میکنیم. شاگرد عزیز و گرامی همراه ما باشید. خب شاگرد عزیز و گرامی، عنوان دوم درس ما و شما چی است؟ جامعه و نمونه. جامعه چی است و نمونه چی است تعریف میکنیم. گفتیم که در احصائیه یا آمار گفتیم علم جمع‌آوری و بررسی اطلاعات عددی رو میگیم علم احصائیه یا آمار. درست است؟ و دیدیم که ما و شما اطلاعات میتونیم به چهار روش جمع‌آوری کنیم. خب حالا دقت کن شاگرد عزیز، ما و شما یک مشکل به عنوان مثال یک مشکل داریم، میخوایم مشکل حل بسازیم. درست است؟ پس یک سری اطلاعات ما باید دریافت کنیم و چی کنیم؟ اون مشکل حل بسازیم، تجزیه تحلیل کنیم و یک تصمیم بر حل از مشکل بگیریم. درست است؟ خب در اینجا چی میشه؟ علم احصای آمار میشه. خب شما باید علم احصای آمار را یاد داشته باشید که کم کم یاد میگیره. خب اما دقت کنید به عنوان مثال ما میخوایم چی کنیم شاگرد عزیز؟ میخوایم در رابطه با شاگردای چی کنیم؟ شاگردای صنف هفتم، هم صنف هفتم که ما و شما هستیم، در صنف خود به عنوان مثال یک صنف داریم، فکر میکنیم شاگردای صنف است. درست است؟ ما میخوایم در رابطه با طول قد شاگردا چی کنیم؟ تجزیه تحلیل کنیم و نتیجه گیری کنیم. میخوایم یک تیم بسکتبال به عنوان مثال جور کنیم، ما حالا باید چیکار کنیم؟ باید انتخاب کنیم از بین شاگردا. ما کل شاگردا رو به عنوان اعضای تیم نمیتونیم انتخاب کنیم، صحیح است؟ پس یک تعدادی رو ما میتونیم انتخاب کنیم. درست است؟ خب پس ما میایم چی میکنیم؟ روی از یه اندازه گیری میکنیم، طول قد یا رو ما اندازه گیری میکنیم، اطلاعات ثبت میکنیم و با توجه به اون اطلاعات ما و شما نتیجه گیری میکنیم. درست است؟ پس کل علم احصای و آمار مشکلات ما و شما به شکل حل میشه. پس ما اطلاعات دریافت میکنیم، نظر به اطلاعات تجزیه تحلیل میکنیم و بعد یک تصمیم گیری میکنیم. درست است؟ خب اما جامعه چی است؟ دقت کنید شاگرد عزیز، ما میگیم که به ست یا مجموعه همه افراد یا اشیا فرق نمیکنه، افراد یا اشیا با نظر به اون موضوع فرق میتونه، آدم باشه، میتونه شی باشه، میتونه هر چیز باشه، فرق نمیکنه. پس به ست یا مجموعه همه افراد یا اشیایی که میخواهیم در رابطه با آنها موضوع یا موضوعاتی را مورد بررسی قرار بدهیم، به اونها میگیم چی؟ جامعه. پس ما جامعه نامش نوشتم میگم تعریفش رو بگیم به مجموعه یا ست، به مجموعه یا ست همه، به مجموعه همه افراد، اشیاء و سه نقطه. سه نقطه نه، غیره هر چیز میتونه باشه، صحیح است؟ نظر به او موضوع ما و شماست. به مجموع همه افراد، اشیاء و غیره که میخواهیم در رابطه با آنها موضوع یا موضوعاتی را بررسی کنیم. سید شاگرد عزیز، پس جامعه رو فهمیدیم. به عنوان مثال ما میخوایم در رابطه چی کنیم؟ گفتیم مثال زدیم، میخوایم از شاگرد صنف هفتم ما و شما یک تا تیم بسکتبال جور کنیم. درست است؟ حال جامعه ما و شما چی میشه؟
همه شاگردای صنف هفتم ما و شما. چون ما در رابطه با یا میخوایم چی کنیم؟ طول قد یا اندازه‌گیری کنیم. میخوایم در یک موضوع بررسی کنیم. چی است موضوع ما و شما؟ چی است؟ همون طول قد. قد اندازه‌گیری میکنیم در رابطه با کیا؟ در رابطه با همه شاگردای صنف هفتم. پس جامعه ما و شما در این موضوع چی میشه؟ میشه همه شاگردای صنف هفتم خود ما و شما. درست است؟ خب آل بنوان مثال ما میخوایم چی کنیم؟ یک تیم علمی جور کنیم. بنوان مثال تیم علمی جور کنیم، در مسابقات علمی روان کنیم، در مسابقات علمی جهانی روان کنیم. از کشور افغانستان میخوایم تیم جور کنیم، تیم علمی شاگردای کشور افغانستان میخوایم جور کنیم، در مسابقات علمی جهان روان کنیم. صحیح؟ خب آل چی میشه؟ بنوان مثال شاگردای مکتب دیگه. پس جامعه ما و شما چی میشه؟ ما و شما باید بریم فیصدی نمرات دریافت کنیم دیگه، نه؟ فیصدی نمرات دریافت کنیم و نظر به فیصدی میتونیم اون تیم انتخاب کنیم. ما و شما، جامعه ما و شما چی میشه؟ تمام شاگردایی که در مکتب افغانستان درس میخوانند. درست است؟ پس چی میشه؟ جامعه ما و شما. بنوان مثال میخوایم چی کنیم شاگرد عزیز؟ میخوایم در رابطه با معلم های ولایت هرات، معلم های مکتب ولایت هرات، یک موضوع رو میخوایم بررسی کنیم. جامعه ما و شما چی میشه؟ بگین شما آفرین، تمام معلم های ولایت هرات. درست است؟ تمام معلم های ولایت هرات میشه چی؟ جامعه ما و شما. درست است؟ فهمید چی رقم شد دیگه، نه؟ ما میخوایم چی کنیم شاگرد عزیز؟ مثال زیاد است، مثال های زیاد در کتاب ما و شما هست، ما و شما میتونیم بخونیم. پس جامعه رو فهمیدیم. جامعه چی میشه؟ به مجموعه یا ست همه افراد، اشیا و غیره که میخواهیم در رابطه با آنها موضوع یا موضوعاتی را بررسی کنیم. به اونها چی میگیم؟ جامعه یا جامعه آماری هم اصطلاحا چی گفته میشه برش. صحیح است؟ پس جامعه رو فهمیدیم. خب شاگرد عزیز و گرامی، حالا ما اگر بخوایم جامعه رو مورد بررسی قرار بدیم و موضوع رو ما چک کنیم، بررسی کنیم، بعضی وقتها جامعه ما و شما خیلی کلان، خیلی بزرگ میشه. به عنوان مثال همین معلم های ولایت هرات یا همون شاگردای چی افغانستان، کشور خود ما و شما. فیست اموش کل شاگرد رو بخوایم بررسی کنیم، خب خیلی زمان میبره و خیلی هزینه میبره. فیست خیلی مصرف میشه. پس یک سری مشکلاتی ما و شما داریم. البته دقت کنید، اگر ما و شما، جامعه ما و شما کوچکتر باشد، ما میتونیم چی کنیم؟ همه افراد جامعه را، همه اعضای جامعه را مورد بررسی قرار بدیم که به چی میگن؟ به این میگن چی؟ چی؟ سرشماری. درست است؟ سرشماری یا چی گفته میشه برش؟ برش میگن پرسشنامه همگانی. درست است؟ پرسش همگانی، یا میگیم که مورد بررسی قرار دادن همه اعضای جامعه، که نام دیگه چی است؟ سرشماری برش میگیم. پس میگیم که سرشماری چی است؟ اگر همه اعضای جامعه را مورد بررسی قرار بدیم، به اون چی میگیم؟ میگیم سرشماری کردیم. اما سرشماری همیشه امکان ندارد. بعضی وقت نظر به موضوع، به جامعه ما و شما امکان پذیر است، بعضی وقت امکان پذیر نیست. چون جامعه ما و شما خیلی کلان باشه، امکان پذیر نیست. یا اگر هم با امکان پذیر باشد، بسیار مشکل میشه، بسیار سخت میشه. صحیح است؟ پس یک سری مشکلات ما و شما داریم در رابطه با سرشماری. پس من اول سرشماری نوشته میکنم. سرشماری چی است؟ میگیم که اگر همه اعضای جامعه را مورد بررسی قرار دهیم، چی میشه؟ میگیم سرشماری کردیم. میگوییم که سرشماری کرده ایم. پس شاگرد عزیز، سرشماری فهمیدیم، نه؟ اگر همه اعضای جامعه ما مورد بررسی قرار بدیم، میشه سرشماری. به عنوان مثال شاگرد عزیز، ما و شما میخواستیم چی؟ در همون مثالی که زدیم، به عنوان مکتب خود ما و شما، همون صنف هفتم، شاگردان میخواییم چی کنیم؟ یک تا تیم بسکتبال جور کنیم. گفتیم طول قد همه رو میتونیم اندازه بگیریم، چون شاگرد صنف ما و شما 30 نفر 40 نفر بیشتر نیست. به عنوان مثال صحیح است؟ پس با خاطر ما میتونیم سرشماری کنیم. اما اگر ما بخوایم در رابطه با چی کنیم شاگرد عزیز؟ در رابطه با معلم های ولایت هرات یک موضوع رو بررسی کنیم، تمام معلم های ولایت هرات خیلی زیاد میشه. درست است؟ و میتونیم، امکان پذیر است، میتونیم سرشماری کنیم، ولی مصرف زیاد میبره، زمان زیاد میبره. درست است؟ پس سرشماری بعض وقتا آسان است، بعض وقتا مشکل است. اما سرشماری یک سری مشکلات دارد. مشکلات چی است؟ هزینه زیاد میبره، مصرف زیاد میشه. دیگه چی است؟ وقتگیر است، وقت زیاد میبره. ما و شما باید وقت زیادی مصرف کنیم تا بتونیم اون سرشماری رو انجام بدیم. درست است؟ هزینه دارد، وقت گرفت. دیگه چی است؟ دیگه ممکن است در چون زمان میبره، در بعضی از اعضای جامعه از بین بره. صحیح است؟ به عنوان مثال ما و شما خواهیم سرشماری کنیم، چند سال طول میکشه؟ 5 سال 6 سال ممکنه طول بکشه. در بعضی از موضوعات ممکنه در 5 6 سال بعضی از اعضای جامعه چی شو از بین بره. صحیح است؟ پس یک سری مشکلات ما و شما داریم در سرشماری. پس ما همیشه نمیتونیم سرشماری کنیم، ولی خب ما میخوایم موضوع رو زودتر رفع کنیم، مشکل حل کنیم. به خاطر ما به چی نیاز داریم؟ به نمونه.
نمونه چی است؟ نمونه میگیم بخشی از جامعه است. ما همه جامعه را مورد بررسی قرار نمیدهیم. فقط بخشی از جامعه را ما شما مورد بررسی قرار میدیم. بعد با توجه به اطلاعاتی که از اون بخشی از جامعه به دست میاریم، بعد ما میتونیم چیکار کنیم شاگرد عزیز؟ ما میتونیم نتیجه گیری کنیم. پس در اینجا میشه که نمونه میای. نمونه چی است؟ بخشی از جامعه. پس نمونه را نوشته میکنیم. نمونه تعریفش چی است؟ نمونه میگیم بخشی از جامعه را، بخشی از جامعه را نمونه مینامیم، میگوییم یا مینامیم، فرق نمیکنه. خب شاگرد عزیز، حالا نمونه ما و شما هر بخش از جامعه شما میگیم بله، هر بخش از جامعه را شما و شما در نظر بگیریم میشه چی؟ یک نمونه. خب چند نوع نمونه ما و شما نوعهای زیادی دارد. با عنوان مثال ما و شما چی میکردیم؟ من مثالی که ما و شما زدیم گفتیم اما در صنف خود ما و شما میخوایم در رابطه با تیم بسکتبال ما یک تیم جور کنیم، طول قد همه را اندازه میگرفتیم، صحیح میشه سرشماری. اما ما میخوایم در رابطه با یک نمونه، ما و شما با عنوان مثال ما میگیم فقط کسایی که اول حرفشان چی باشد، مثلا الف باشد، صحیح، فقط واره ما با انتخاب میکنیم، اون میشه یک نمونه. پس نمونه میتونه در هر صورت باشد، فرق نمیکنه. اما همه نمونه ها آیا مناسب است؟ میگیم نه خیر، ما و شما باید نمونه چی داشته باشیم؟ نمونه تصادفی داشته باشیم که موضوع درس بعد ما و شماست، که در رابطه با نمونه تصادفی درس بعد میخوانیم. پس همه خفا میدیم نمونه بخشی از جامعه است. چرا نمونه رو جور کردیم؟ انتخاب میکنیم چون سرشماری مشکلات دارد، ما و شما نمیتونیم همیشه همه اعضای جامعه را مورد بررسی قرار بدهیم، درست است؟ با خاطر نمونه رو کار داریم. و نمونه هم گفتیم انواع نمونه نوعهای زیاد دارد که ما فقط در امروز فقط تعریف کردیم، بخشی از جامعه رو میگیم نمونه. ان شاءالله در درس بعد ما و شما نمونه های تصادفی و یک سری ویژگی هایی که باید نمونه داشته باشد با هم دیگه میخوانیم، درست است؟ پس درس امروز ما و شما در همه قبوت و فهمیدیم که چی است. ما و شما اول احصای علم آمار رو فهمیدیم، بعد جامعه و نمونه رو فهمیدیم، بعد سرشماره رو فهمیدیم، درست است شاگرد عزیز؟ خب شاگرد عزیز و گرامی، پس جامعه و نمونه رو خواندیم. اما کارخانگی، کارخانگی چی است؟ تمرین های صفحه 188 و 190 کتاب رو باید حل کنید و به ما روان کنید. از طریق چی؟ از طریق واتساپ. نمبرش هم 2964-780-255-4013. اگر کدام سوال، کدام مشکل در حل کارخانگی داشتید میتونید از ما پرسان کنید. خب شاگرد عزیز و گرامی، پایان درس اول از فصل هفتم. شاگرد عزیز، مانده نباشین، بخیر باشین، وقت خوش، خدا حافظتان.